درود به بچهای عزیز گیلان زمین. هفته دیگر اومدیم به حضورتون. خب عاشقون چی خبر؟ همه چی خوبه؟ الان که دی هوا خوبه با عید دمه، همه دی خونن تمیزا کردین، بالاخره عید سال نو با. چه خوبه که ما خانه های قلبمون و خانه های درون ما رو صاف کنیم و یک بار دی به درون خودمون نگاه بکنیم، به درون ما رو کلیم بکنیم، پکا کنیم همه رو. چقدر خوبه که واقعا صفایی که در روزای عید دنیم همه با هم همبستگی خوشی و شادی کردن، باید دست هم دیگر بگیریم با هم شادی بکنیم تا بتونیم حقیقتا خانواده بزرگ در سراسر ایران بداریم، بتونیم با هم عاشق ببیم و عاشق خدا و خدایی که عاشق ما، با هم دست به دست بدیم که زندگی عالی بهتری بداریم. خیلی دوستتون دارم، عاشقتونم. بعد با کلام خدا شروع بکنیم، یک دعایی کنم، دوباره به شما مسوا کنم. خداوند شکرگزار و سپاسگزارم برای این لحظه. ای قدوس، ای قادر مطلق، دست مقدس روی ایران هست. به ایمان دارم که خداوند تو ایران و خداوند قوم عزیز خودت دانستی. ای خداوند شکرت میکنم ای خداوند که این برنامه رو برای جلال نام تو اجرا میکنم. هر چیزی که از زبانم بیرون میاد برای جلال نام تو باشه ای قدوس، تا بتونم قلبهایی را لمس بکنی ای خداوند، تا بتونه به طرف تو بیان ای قدوس. شکرت میکنم به نام قدوس عیسی مسیح. وقت منو به دستای مبارکت میسپرم. خداوند تو هدایت و حمایت بکن. به قدرت نام عیسی مسیح طلبیدم. آمین آمین. خب دونم که الان تو ایران خیلی جالبه، واقعا جای ما خالی که الان همون نیسای موره بینیم چی خبره. واقعا هم خبره که خوب. امیدوارم که دلها قلباتون شاد بون، همون جوری که الان جنب و جوش عیدی دنین، خونه پکا کنیم. الان میمون هنه ای طرف او طرف. چقدر خوبه که یک نظریم در سال بعد که آمده بنشیم یه مروری از سال قبل بکنیم، ببینیم تو سال قبل چی کارا انجام بدهیم. اینقدر که گرفتاری زندگی در ایران زیاده، مدونم همه در گرفتاری در تطبطابن که بودون یه پولی در برن زندگی پیش ببرن، اعصابون خورد. علی پول و چیزون از مسئله ندن، علی بالاخره یه لقمه نونی درن که آدم بخوره. ولی چقدر خوبه اون لقمه نونی که خورده داره حداقل با آرامش بمون، با آرامشی که خدا بین آدم عادینه. اینقدر از این چیزون که مگوترم خدا واقعا دست نیازتون به خدا بمون عالی. پریروز یک کنسرت دیگه بود، کنسرت پرستشی مسیح. واقعا وقتی آدم وجود جاشنه خدا رو پرستش کنه دو ساعت، چی واقعا چی لذتی بین آدم از این پرستشان. امروز بایم این خدای عاشقه، او هفته او خدای عاشقه صحبت بودم، این هفته هم خانم این خدای عاشق که واقعا عاشق ما انسانانه خانم برایشون صحبت بکنم. خداوند بعضی موقع با از چیزهایی که ما انجام دنیم نه که خوشنود نبنه، بلکه بدشنه. مثلا شاپور نویشنه، مثلا گوسفن سیرابینه، نصر کنه، ندونم پول عدینه این نفره اون نفره، ولی همه چون دل من با خدا نه، ظاهر سازه خداوند این چیزون دوست ندنه. خداوند خانه که ما اصلا، خداوند که نخانه احتیاج محتاج مون بنده نیه که مونی به قربانی بکنم، گوشت قربانی بکنم، نظر بکنم، فلانکار بکنم، پول بریزم. خداوند نه به پول ما احتیاج دنه، نه به قربانی ما احتیاج دنه. سالهای سال قربانی کنیم ولی چیز نتیجه این نینیم. تو شروع کنم با اشعیای یک که گونه که ای حاکمان و ای مردم، البته در اون موقع صحبت کرده اورشلیم صحبت کرده، ولی الان ما عین اورشلیم هستیم که الان ما در این موقعیت و ایسیم. ای حاکمان و ای مردمان اورشلیم که چون اهالی صدوم و عمره فاسد هستید، به کلام خداوند گوش دهید.
او میفرماید از قربانی های شما بیزارم، دیگر آنها را به حضور من نیاورید، قوچه های فربه شما را نمیخواهم، دیگر مایل نیستم خون گاوا، بره‌ها، بزغاله‌ها را ببینم. چه کسی از شما خواسته وقتی به حضور من میایید این قربانی ها را با خود بیاورید؟ چه کسی به شما اجازه داده که این چنین آستان خانه مرا پایمال کنید؟ دیگر این هدایای باطل را نیاورید، من از بخوری که میسوزانی نفرت دارم. چرا خداوند ما را اینجوری کنه؟ اینقدر برای اینکه ما ظاهرسازی کنیم، اینقدر ظاهرسازی کنیم که خداوند از همه چیز ما بیزار بودره. چون برای اینکه هیچ وقت آنست نیم، هیچ وقت مثل کف دست نیم باش، مثل که بعضی کلمه های فارسی همونه یده شو، هنی کلابه گنجش که همونه یده شو بعضی کلمه. به هر حال خداوند خانه که ما آدمایی بیم که باهاش واقعا دست به دست ننیم، قولی که دینیم قول ما قول ببون، ظاهری کار نکنیم، ظاهری انجام ندیم. یک دنه شما معمولا تلویزیون رو نگاه کنین، نه تلویزیون هایی که از این سریال های ترکی دینه، همه تلویزیون هم پر از این سریال های ترکی. ما خیلی کم شاید سالی یک دفعه من خوش به یه چیزی یه ذره نگاه بکنم، ولی کلا نگاه نکنم چون زیاد خوشم ننه، چون بعضی موقع بدآموزی دنه، بعضی موقع یه چیزایی مثلا معذره کنم مسخره ای بعضی موقع آدم نشون دینن که واقعا، البته چیزای واقعی هم نشون دینن که در این شرایط در این موقعیت اینطور هم ایسته. یه دونه فیلم نگاه کردم که یه دختر و یه پسر عاشق هم دیگر بون، چون می ای گوته دارم خداوند عاشق، چون خدا عاشقه مو ای عاشقی زمینه شما رو معرفی کنه دارم که خودتونم در ای عاشقین ای سبین، در زمانی که بالاخره 18 سال بین، 17 سال بین، جوان بین، نوجوان بین، عاشق بین، چی دختر عاشق پسر بود، چی پسر عاشق دختر بود، بالاخره همه ای ما یه جوانی داشتیم. بعد این پسر و دختر که عاشق هم دیگرن، مسائلی به وجود آنه که ایشون میان از ذره خانوادگی که ایشون از هم جدا بنن، پسرشن 5 سال یه جای دیگه کار کنه، دختره یه شهر میسنه، بعد 5 سال پسرشن مهندس بنه ویرسنانه، دوباره یه دختره خانه از قلب خودش بیرون کنه چون عاشق دختره منه، از اون طرف هم دخترشن بخاطر مسائل خانوادگی خودش شن با یک شو کسی ازدواج کنه که نه اون دوست دنه، نه اصلا هیچ رابطه با بین ایشان نه، چون برای کسی دوست ندنه، رابطه ندنه، رابطان الکن. همچنین که ما تر دینه های مختلف اینیم، رابطه های الکی زور زینیم، زجه زینیم که خودمونو به خداوند نزدیک بکنیم، ولی همه ای رابطه های ما الکه، این ایشان مونه. این پسر دختر به خاطری که مسائل خانوادگی داشت مجبور بود و به خاطری که پدرشون مادرش ورشکستانه بود داوانانه بود، این پسر پولدار اما ازدواج بکنه، ازدواج که اصلا نه دوستن نه خانه اونا بیس نه ایچی، 5 سال اونا ما فقط به خاطر مسائل خانوادگی که پسر زینانه، دوباریشون هم دیگر اینن چون عاشق هم دیگرن، گونه تو اگه ما دوست داشتی برای مو ایسای دیگر نشوی ازدواج، از اون طرف هم دخترم من نبوه که آقا من مسائل خانوادگی داشتم، من مجبور بودم، از طرف خانوادن ایشون درگیرن که آقا نبایست همدیگر بینین، چون بینین ایره درگیری به وجودن خراب کنه. از اون طرف هم او پسره که ثروتمند دختری هم ازدواج بوده بفهمسی که این پسره که الان به ما مهندسی ایسی که ما اوشون هم کارم کرده، چون پروژه ای که ادین اوشون هم کار کرده، به خاطر همون بفهم که ایشون همدیگر هم میسی که از رابطه قدیمی داشتن، همیشه ایشون تعقیب کنه، تعقیب کنه برای چی قادر نه، ولی از اون طریقی تو دوت دل وقتی عاشق همدیگر ببون، عشقی که به همدیگر بدنه، نه شما زمین و زمان برای این من ایشون جدا بکنی. وقتی آدم خداوند وقتی عاشق ما بود کاری انجام بده برای ما که هیچ کسی او کار من نی انجام بده، نه بگم که
شاید بخواه انجام بده بعدن انجام، نه هیچ کس کاری که خدا بوده انجام بده هیچ کس نداره، چون خدا عاشق ما بود. حقیقتا عشقی که به ما داشت یگانه فرزند خودشه، سرده قربانی بوده که عشق به من و تو ثابت بکنه که ای انسانان ما عاشق شما هم. عزیز ظاهر سازین کنار بشین، ما اصلا ظاهر دوست ندارم، هر چیزی سه با هم ایتو ببیم، مثل کفه دست هر چیزی دونیم همدیگر اما قشنگ قفل ببیم، نه اینکه بخوایم چیز ببیم. بعد این دختره مسائل پیشن پسرشن توسط یک نفر دیگه صحبت کنه، دوباره اینا مگونه چه بو وای چرا نخنی مثلا بایسی می چرا تو ازدواج بودی بودی میشون مسائلی سه که مربوط وای من نخنم ایده تا باین ما ایسه در دل او یه چیز دیگه گونه، ولی در ظاهر مجبور بگو که کنار با، چون او پسره ای که اونا ما ازدواج بوده خطرناکه، ترسنه که به این پسره آسیب برسونه، به خاطر همون ای هی فاصله پیدا کنه. ولی هر چی فاصله پیدا کنه چون عشق بیش از حده باز با هم برخونن، باز با هم صحبت کنن. اینه وقتی خداوند ما عیسی مسیح وقتی با ما روی زمین وقتی عاشق ما با برای ما صحبت بوده، صحبتاشو گوش دهیم ولی برای خودمون ننمیرسیم شویم. عشق خداوند یه طرفه بود، ولی چقدر من و تو امروز عاشق خداوندیم که این همه عظمت رحمت خودشه. دیوتن نگونه الان که بخوندم قربانی کنی خداوند، تو از قربانیام و بیزارم، از همه چیز بیزارم. چرا؟ برای اینکه همه ظاهر سازه، من نظر کنم یک دن قربانی خداوند به ما این قربانی نه پسر خودش ادا قربانی بوده تا که من و تو دیر نشیم گوسفند قربانی نکنیم، خون گاو و نمیدونم حیوانات نریزیم برای گناهان ما. خداوند به ما اول و آخر تمن آگوده، خودش قربانی بوده، خون خودش بریخته که من و تو آزاد ببیم. همه شمایی خاطرات دنین که جوان بی مثلا دختر دوست داشتین یا پسر دوست داشتین خواستین اونا ما صحبت بکنین، چقدر انتظار کشین، چقدر انتظار کشین. یه دختر بعض مدرسه بیرون تویشون توی این تاسه فقط بین اینه ده دقیقه فقط بایسی جمالش نگاه بکنی، چقدر تی دل خوش بود، تاپ تاپ زیر تی دل که ده دقیقه بعد موقعیم که اونا ما حرفسی هستن که دیگه اصلا مثل که پرواز کردی شدری هوای من، چون عشق جوانی همه ای ما داشتیم، دونیم جوانی چی چیزه. ما عشق زمینی به شما مثال زیاد دارم که خدا به شما معرفی بکنم که خدا به خاطر عشق من و تو چی کارهای انجام بده، وقتی با ما زمین چی کارهای انجام بده. به هر حال این پسرای دختره با حدی با هم صحبت کنن که دوباره عشقشون دوباره شعله‌ور بنه. از اون طرف هم این دختره شوهر دنه، شوهری هم که اونو دوست ندنه، از اون طرف هم اون پسره بفهمه زخنین ضربه بزنه. اینی همین چیچه مونه، همین دین هایی که دوروبر ما هنه که شیطان همه جا کار کرده. خداوند عاشقانه به طرف ما، ولی یک تا از ایشون هنن هر دینی بون اصلا هیچ فرقی نکنه، اسم نبینم چی دینی است، هر دینی بون به اسم دین هنن هنه چی کنه امر از این خداوند جدا بکنه. نگذره خدا ما به خداوند برسیم، هر مشکلی که خنه در این وسط نینه نمیبه که من و تو عاشق خدا نبیم. خداوند که عاشق ما، ولی ما عاشق خدا نبیم، ما نفهمیم که خداوند چی کاری برای ما انجام بده. اگه یک دفعه صحبت بودیم یک دفعه واسطه انواره بونه بابا حرف اینو گوش نکنه، الان اگه این کار بکنی تک مثلا آقا اگه تو الان بگیم مثلا ما این خدای عاشقم بای من نیباشی ایرونه، من نیباشی تی کشوری مینه، اگه بگی ما الان عاشق خدام من نی بیزنس بکنیه پول من نی دربالی، اگه بگی من خدا عاشق خودم هیچ کاری انجام من نبدی. ولی به او طرف با شریر و شیطان قدم بزن همه چی تی فرامه، به قول انگون همه چی آرومه، من چقدر خوشبختم
که ما دونیم که همه چی آروم نه و ما خوشبختی درونی ندنیم. موقعی خوشبختی درونی دنیم که همه چی بگیم آروم با این خدا که ما رو دوستنه درک بکنیم. درک بکنیم که با این خدا زندگی بکنیم. الان خدا مثلا به طرف ما هی پس یعنیم. ترس بیش از حد ما رو داغو نکدره. تمومی ترسون باعث بانه که ما به طرف خدا نیم. برای اینکه کار شریر و شیطان همینه که من و تو از خدا دورا کنه. خیلی الان نیره مثلا کلیسان میانن همین موقعی که خوشون این کاغذ هگینن از دولت دیشنن پیداشون نیه. عشق خدا هم بده نه، مثلا 7 ماه 10 ماه یک سال هم با این خداوند زندگی بودن بدن معجزاتش بدن، ولی چون اینقدر این دنیا شریر و شیطان بیش از حده، پول و مقام و قدرت و نمیدونم ایشون زیادیره، با او چیزون عدم هینن خریداری کنن خودشون سردینن اطرف ایره یک دیواری فاصله برای ما انجام دینن که ما دیوار بین ما و خدا. تا موقعی که تو با خدا ران نشی هر جور را بشی هیچ کس کاری با تو ندنه. هیچ کس نگونه آقا ما سرت بچه منه. هیچ کس در یه حرف نزینه. همین که وارد بنی یعنی با خدا قدم بزنی همون لحظه یه نفر دیگه هنه تاگونه ببین تو الان به مسیح ایمون بردی من نیباشی ایرونه. تو الان به مسیح ایمون بردی دونی الان رو بیزنس هم بکنی من نیبکنی. چون ما همیشه خانیم دروغ و کلک و ظاهر سازی در زندگی های ما بیش از حد، بخصوص ایرانیان. در همه دنیا هن نه، ولی بخصوص در ایرانیان که اصلا دیگه قربونش برم که اصلا خیلی ظاهر سازی و همیشه خانیم که ظاهر سازی بکنیم. ولی اگر با این خدا صحبت بکنیم نه ظاهر سازی کنیم، وقتی عاشق خودمون بشناختیم دونیم این عاشق چرا برای ما روی صلیب بوش و خون خودش بکله، وقتی ما را آزاد آورده تازه فهمنیم که این خدا عجب خداییست. چرا مو جوانتر بوم، چرا که مو سنم کمتر بوم، این خدا ایمان نردم. یک بریک بگیریم، منم یه آب بخورم، بهروز جان ما یه دونه سرود بنه بم دوباره بخورم. ای تو ای نیاز من، همه تکیه گاه من، ای تو ای خدای من، ای تو ای مسیح من، ای تو ای نجات من، ای تو ای شبان من، ای تو ای امید من، ای تو ای پناه من. به تو محتاجم همیشه، بی کلام تو نمیشه، که روحت به وجودم آرامش میده همیشه. به تو محتاجم همیشه، بی کلام تو نمیشه، ای که روحت به وجودم
عزیزان لایجونی و گیلانی و تمام ایرانیان عزیز که همیشه عید بون در خانواده شما، همیشه خوشی بون، شادی بون. بله، در رابطه با عاشقی، عشق عاشقی صحبه کردیم که چقدر اون زمانی که به عشق خودمون در جوانی عشقی که پیدا بودیم، چی دختر چی پسر، چقدر به او دل بستیم، چقدر به او واقعا وقتی حرفی زیم به او قولی که انجام دهیم انجام دهیم، هیچ وقت علکی با او قول ندهیم. هیچ وقت هم وقتی کسی که دوست بدار آدم عاشق و بمون، هیچ وقت نخنه اونو اذیت بکنه، هیچ وقت نخنه او خاری در دستش بشون، هیچ وقت نخنه هیچ چیزی بلای سرش با، چون عاشق اونی، با او راشنی. هر کس هم هر چگونه وقتی سیرت و چهره و همه چیز دختره یا او پسر اینی خیلی خوبه، روز به روز عاشقتر او بنی، بیشتر عاشق بنی، به بیشتر اون عاشق بنی، بیشتر اون دوستنی. چون برای اینکه نخنه که عشق تو خدای نکرده صدمه ای بینه. این خدای ما هم همینجوریه، عاشق من و تو همه، عاشق ما خانه ما یک دونه خار به جسمانشون نخنه، یک ذره کوچکترین ناراحتی بر ما با. مزامیر داوود خیلی جالبه، اگه کتاب دنین مزامیر داوود همیشه بخونین. در مزامیر داوود اولش گونه خوشا به حال کسی که با بدکاران مشورت نمی کند و رای گناهکاران را در پیش نمی گیرد و با کسانی که خدا را مسخره می کنند هم نشین نمی شود، بلکه مشتاقانه از دستورات خدا پیروی می کند و شب روز در آنها تفکر می نماید. او همچون درختی است که در کنار نهرهای آب کاشته شده و به موقع میوه میدهد و برگهایش هرگز پژمرده نمی شود. کارای او همیشه ثمر بخش است. خوشا به حال او کسایی که عاشق خداوندن و با این خداوند راشنن. بله، شما رو بردم در جوانی قدیم، شما عشقی که داشتین، یه خاطرات قدیمی که واقعا یه دختری پسر دوستش یا پسری دختر دوستش، چقدر دل تاپ تاپ بود تا او دختره با، تا او پسره با که اونو بینی، حتی یک کلمه با هایی صحبت بکنی. اگه یه دفعه بی وفایی دید دلش شکست خورد. اگه یک دفعه دید تلفن کنی، تو موقعی که تلفن وجود نداشت، البته در زمان ما تلفن وجود نداشت، در زمان 17-18 سالگی ما تلفن نداشت، تلفن که الان 15 سال با ما، 15-20 سال با ما، 20 سال 25 سال هم چیزی. بهرحال پیغام هم باد، مثلا شوی دنبالش صحبت بکنی، چقدر سختی کشی خاصی یک کلمی با او صحبت بکنی، آدمی سب و من نیستی با او صحبت بکنی، یا شوی صحبت گودی یه نفری میون یه چیزی موش دوانه چه یه کارایی بود که مثلا تو نخوای اونم صحبت بکنی یا به اون نرسی. الان هم یه ریطوره، شما خانی وقتی به مسیح ایمان برین، آدم های هنم واسه شما قرار گیرن که نوک زنن شما به عیسی مسیح ایمان برین، نوک زنن به این خدای عاشق برسین، برای اینکه دونن این خدای واقعی بونن. الان که مثلا تو با مای برای خوب شنی، خیلی مثلا رای بهتر و عالی شنی، که نخنن تو کار زندگیت بهتر بمون، نخنن این خداوند دستش با دست تو بمون، چون همه خنن از را با رای گناه بشون، همه خنن با شیطان را بشون. الان تو بگو یک تو کنسرت این دنیایی است، کلی آدمان دو ماه قبلش بلیت اینا شنن چهار تا آهنگ گوش بدین، ولی بگو الان باید یک تو کنسرت پرستشی خداونده، نمیدونم هیچ کس هم اصلا پول هم اندینی، یعنی واره فقط با خداوند خونی سرود، خونی خداوند برای عشقت خونی سرود، خوشحال بیرسنی، یعنی شاد و قلب بیرسنی، یعنی ولی اعتداد خیلی کمی شنن، چون همه ای ما برای عاقبت ما ترسنیم، همش کنیم که ای بای الان ما اگه بوم من نیم بوشم می کشور، او الان ای بوم من نیم بیزنس بکنم، او الان من نیم یه حرف بزنم، الان من نیم فلان کار بکنم. ایشون نه، امروز باید به این خدای عاشق ایمان برین و ایمان بدارین، هر گرفتاری دنین دست و نیازتون به سوی خداوند ببون و زانو بزنین بگین ای خداوند، هر جایی سین، در رانندگی سین،
زانو من نیم بزنیم، ولی در رانندگی زین، در هر جایی که زین با ای خدا تینین صحبت بکنین، خدا جواب دینه شماره. بارها بارها ما در هر جا با ای خدا صحبت بودم صحبت کن، توسط کسی صدای خدا یا اشتونی یا لمسش کنی، اصلا در وجود لمس کنی، دعا بکنیم بگوی خداوند امروز واقعا خسته و مزی زندگی که همیشه گرفتاری و بدبختی و بیچارگی و درد و فلان علتش، خداوند امروز به نور خودتو در زندگی مو روشن کن، بدم می زندگی پر از نور تو بمونه خداوند. خانم امروز با تو قدم بزنم، تو خدای عاشق دونمی خداوند، تو به خاطر مو من نوعی به مای بوشه روی صلیب، به خاطری که مو گناهکارم، می گناهان پاکاکونی خون مقدس تو بریختی و اوشون هم کتاب بکشتنم خداوند، چون عشق به این انسانان داشتی گفتی ای پدر اینا رو ببخش زیرا نمیدانن چی میکنن. اینقدر خداوند تو فیض دانی، معرفت دانی، اینقدر برکتت، رحمتت بیش از حد به این سونان. خداوند به ما وعده دینی ایرونی گونه آن روز به اورشلیم گوتره، اورشلیم الان مایم، الان مای نویم، خواهند گفت نترس، قوی باش، زیرا خداوند خدای تو که در میان توست نجات دهنده توانا می باشد، او تو را راضی خواهد، او از تو راضی خواهد بود و تو را دوست خواهد داشت و وجود تو مایه شادی و سرور او خواهد بود. خداوند میگوید به غمهایی که از حسرت عیدهای خود دارید پایان خواهم داد و بار این ننگ را از دوشتان برخواهم داشت، تمام کسانی که به شما ظلم کردن مجازات خواهم کرد، اشخاص ضعیف و درمانده قوم خود را خلاصی خواهم بخشید و رانده شدگان را مسخره و رسوا شدند جمع کرده سرفراز خواهم نمود. این خداوند عاشق بوده داره به شما، بله در آن زمان وقتی شما را جمع نموده اموالتان را که پیش چشمانتان به شما باز میگردانم، آنگاه در میان تمام مردم جهان سرفراز خواهی شد. این را خداوند فرموده است، این خدای عاشق که ما دوستش داریم، عاشقشیم، اینه این خداوند گوته داره. امروز بیایم به این خداوند ایمان بریم، تمام این وعده‌هایی که خداوند داده برای ما، برای ما ایرانینه، شکر کنم عمل شما رو به دستای پر مقدس خداوند سپردم. دست خدا با همه شما، با بدرود تا درود دیگر.